سلام دوستان، در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. با هم میپردازیم به انرژی ازش چه خبر؟ شخص مورد نظر شما، شخصی که ازش بیخبر هستیم. دوستان، من این شخص رو بهش میگم قطب مذکر یا یانگ. من نیافریدمش، بلکه این مفهوم یانگ یا قطب مذکر اگر ترجمهش کنیم از آسیای شرق میاد. دوستان ببینیم چه خبر هستن انرژی هاش. انرژی ها مربوط به چند روز قبل هست و چند روز بعد. انرژی ها یکسان نیستن، ثابت نیستن. انرژی ها در حال تغییر هستن. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین. و همچنین من سپاسگزار و قدرشناس تمام دوستان و عزیزان و سروران کانال هستم. دوستانی بودن که تقاضا کرده بودن که چگونه میتونن به کانال کمک کنن، حمایت کنن، و من اصلا متوجه نبودم که اون دکمه تانکس یا مرسی در حوالی اون دکمه لایک فعال هستش و عزیزانی که میل دارن خارج از ایران هستن که میتونن به حال کمکی کنن به کانال. اگر میل دارین این کار رو انجام بدین، هیچ اجباری در این وجود نداره. عزیزان، دیدم دوستانی بودن که کمک کردن، ازتون سپاسگزار هستم. و ببینیم که چگونه میتونیم با همدیگه بزرگ بشیم، با همدیگه رشد کنیم. هدف از این فال ها واقعا رشد شما هستش. من کارت ها رو همون جوری که هستن میخونم. دوستان عزیزان دل، من باید یک توضیحاتی رو بدم قبل از اینکه وارد فال بشم. دوستانی هستن که میان و اون قسمت آخر مثلا این فالو که من میگم قطب مذکر، اون تمام فالو که نگاه میکنین که من برای شما توضیح میدم، میرسیم به اون قسمت آخر کار که این کارت های قطب مذکر هست که حالات و احوالات اون شخص رو به شما میگه. بعد یک بار تمام فال رو، قصد شما این هستش که شاید خلاصش کنید فقط به همین. دوستان این شب توجه کنید، این حس، این حالات روحی یک شخص رو بهمون میگه و یه اطلاعاتی رو بهمون میده. اگر هر کارت رو به همون صورتی که نوشته بخواین تعبیر کنین دوستان، پس دیگه نه احتیاج به فال نگاه کردن دارین نه چیزی. خودتون برین یک دست کارت بگیرین و بعدش هم بزنین روی اینترنت و تمام این یا یک کتاب بخرید، تمام مفهوماتش هستش. وقتی یک تاروت خوان میاد و کارت ها رو در کنار همدیگه و در اتصال به همدیگه و فال ها رو از اول تا آخر با همدیگه چیکار میکنیم؟ تعبیر میکنیم. برای یه سری از عزیزان هست، من همیشه در فال ها میگم، حتی در فال های خصوصی نیتی دارن دوستان، وقتی که من تا آخر اون فال میرسم، فال شما از اول تا آخر سنگینه و نمیدونم مار در عقربه، وقتی آخر میرسیم اون نیت رو من کارت که میکشم نیت مثبت میشه. من نمیتونم اون مثبت رو در ارتباط با نیت ببینم، بلکه تمام اون فال سنگین بود، میرسیم به آخر جواب مثبت هستش، پس یه اتفاق مثبتی داره برای شما میفته، یه چیزی بهتری داره سراغ شما میاد در مقابل نیت شما. ببینید همه چیز به تاروت خوان بستگی داره. دوستان توجه کنین، من همیشه ازتون خواهش میکنم حتی در ارتباط با نگاه کردن فال ها با کانال هایی باشین که سعی کنین که با شما صداقت دارن و اینکه انرژی رو درست براتون میخونن و خودشون هم انرژی درستی دارن. بلکه تاروت مثل هر وسیله دیگه وسیله هست که میتونیم باهاش انرژی رو به هر حال شفا بدیم یا اینکه انرژی های بیخود رو وارد زندگیمون کنیم. برای همین هست که من تا اونجایی که امکان داره و واقعا هر کارت ها همونی که هست بهتون میگم. بعد کارت هایی هستن بنابر تجربه من جاهای مختلف چیزهای دیگه ای میگن. اوکی دوستان، این خبر، این صحبت من با شما بود و اما بریم ببینیم چه خبر است در انرژی قطب مذکر. قطب مذکر دوستان، بعد دیگه حضرت نوح و خاندانش در کشتیش، میخوایم یوسف جان، میخوایم ببینیم کجا هستن. یوسف گمگشته، خونه ننشه، خونه باباشه، خونه عمه جونه. به هر حال میدونیم که مسائل خانوادگی، روابط خانوادگی و خونی براش خیلی مهم هست و وشه اجتماعیش رو مسائل احساسی آخر کار شد نشدم، حتما حکمتی تو اون هستش و به درک. و اونجایی که بارش سنگین هستش، قطب مؤنث رو میندازه از ماشین زندگیش بیرون. باز هم تاکید میکنم دوستان، قطب مذکر یانگ آقایون نیستن، بلکه خانم‌ها و آقایونی که این وجه‌ها رو دارن،
وجهه اجتماعی، نمیدونم این چیزا همه براشون مهم هستش. این خصوصیات رو دارن. از دست من ناراحت نشین، این گونه هستش. حالا شما میتونین خانم باشین قطب مذکر باشین یا آقا باشین قطب مذکر باشین. متاسفانه تعداد آقایون زیادتر هستش. حالا اینم کار من نیستش، کار به هر حال این تستوسترونی هستش که بیشتر در وجود هر اونا هستش. حالا یه سری ها هستن تستوسترونشون هم زیاد هستش ولی احساساتشون بیشتر هستش. چه خبر هست؟ گو بریم ببینیم چه خبر هستش. دیگه بیشتر از این عزتتون نمیکنم. خب سعی میکنیم مزاح کنیم، سعی میکنیم بخندیم. توهین به هیچ کس نیستش دوستان. دلمون میخواد بت شکنی کنیم. دلمون میخواد اون کسی که اونقدر براش ارج و قرب در قلبمون داریم یه خور بیارمش پایین. مقام انسانی بهش بدیم، از الهی بودن و خدا بودن درش بیاریم که سلطان قلب ها بودن درش بیاریم. خب ببینیم اولین کارتی رو که کارت عدد شناسی هست، بیانگر انرژی های این شخص هست، چه کارتی هستش؟ این یکی با هم حرف میزنه. اینو برگرد. اوکی. عدد 8 افتاده. میخواد سرمایه گذاری کنه و میخواد کاری رو انجام بده در ارتباط با زندگیش. خب حالا احتیاج به ساختن داره. آماده هستش که تمام انرژی خودش رو در یک پروژه بذاره. باید پول، وقت، سرمایه گذاری کنه و احتیاج به این داره که قدرشناسی ازش بشه. هدیه بهش بدن. کم بود محبت داره بنده خدا بچه‌مو. و اینکه احتیاج به این داره که یک تغییرات اساسی و مهمی رو در زندگیش به وجود بیاد. عدد 8 افتاده، یعنی این واقعا کم بوده محبتش رو نمیدونم، باید بشناسینم، در کف برام بزنی یا ماچو بوسه برام بفرستین. این خیلی در این الان محسوس هستش. و وقتی که این کارتو به این صورت بذاریم مثلا عددش شده علامت بی نهایت شده. خب ببین چه خبر است در کارت های دیگه. واقعا اولین کار وقتی که میگه ازت بهش هدیه بدیم. خب خب به چه مناسبت نمیدونم، شما شاید خودتون بهتر میدونید به چه مناسبت به این شخص هدیه بدیم. نمیدونم شما در کجا زندگی میکنید ولی اینجا بسیار بسیار سرد هستش. امروز صبح یعنی واقعا یک باد خزانی میومد. به این زودی در تابستانی. خب ببینیم چه خبر هست. اولی کارت دوستان، او دو تا کارت افتاد. او خب آماده این گهیر دست جمعی. اوکی دوستان توجه کنین، اینجا دارم میرم شخصی هستش که چشماش رو روی حقیقت بسته، باید تصمیمی رو بگیره در ارتباط با زندگیش، کاری رو بکنه ولی به هر حال الان شکش زیاد هست. چه کنم ای خدا، کاسه چه کنم چه کنمش، دوانته به دستش آمد. اونقدر چشمش رو بسته، چشم پوشی میکنه، اونقدر شک داره، اینقدر به همه چیز کورمال کورمال داره دست میزنه و جلو میره. و اینکه دارم میبینم حتی در ارتباط با مسائل دیگه زندگیش باید کاری رو انجام بده، راهی رو بره، حرکتی کنه، ولی چی هستش؟ ولی بچه‌مون سر پا، با دستش رو بگیریم بلندش کنیم سر نقطه ایستاده، بگیم تاتی هولش بدیم از پشت که بخواد حرکت کنه. همون مسئله جرثقیل هستش. فعلا که در حال مطالعه هستش دوستان، مطالعه به درون خودش رفته، میخواد ببینه چه خبر هستش، چه آشوبی هست در درونش که این حالتی هستش. کاری رو میخوام انجام بدم، قدمی رو بردارم و میخوام در این راستا، ولی چشم نمیبینه، کور هستم اینجا. و اینکه باید مطالعه کنم، چشم درونیم رو باز کنم. حالا اینم بنده خدا اینقدر که دیگه حالا گلمالی کرده چشم درونیش رو که باید واقعا چانته 4-5 کیلو چانته احتیاج داره که این چشم باز بشه. خب چشم بصیرتش. خب ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگه. و اینجا دارم میبینم که دوستان اینجا به هر حال حضرت محترم خوش اخلاق امپراتور تشریف آوردن. این خودش هستش، خودم هستم که تصمیم میگیرم میخوام نظم و ترتیب به زندگیم بدم، بسازم، این من هستم. و فعلا که دارم میبینم که اینجا فعلا داره در حال ایست هستش. در مورد چی؟ در مورد زندگی احساسیش و در مورد شروع احساسی. ببین دوبار کارت شروع، میخوام شروع کنم ولی میترسم. تاتی یواش یواش من هستم که تصمیم میگیرم. فعلا خودم هستم که جلوی خودم ایستادم، صبر میکنم، تجزیه تحلیل میکنم، نگاه میکنم، کم و کاسها رو نگاه میکنم، چی کارها کردم، از کجا آمدنم، آمدنم بهره چی بود،
ما هم نمیدونیم برای چی اومد. خب پس بنابراین دارم میبینم که اینجا پس فعلا منتظر هستش. منتظر بهتون گفتم که ایر دست جمعی میزنیم، این واقعا الان توی این حالت ها هستش. در مورد چی؟ در مورد شروع احساسش، کارهایی میخواد بکنه ولی میترسه، استخاره داره میزنه، ننه جونی عمه جونی کسی کاریش رو فرستاده یه استخاره بزنم ببینم خوبه یا بد. کارت بعدیش دیگه دوستان، دیگه دو تا شیویدی هم که روی سرش بود ریخت. توجه کنید اینجا دارم میبینم که بال و پرش داره میریزه، ببین پرش داره میریزه دیگه، به آخر یک دوری سخت داره میرسه و اینکه تصمیم گرفته که از این به بعد هرچی که پیش بیاد خوش بیاد ولی با کنترل. خیلی الان دوستان دارم میبینم که ببینین روزا روزایی که داره میاد عزیزان توجه کنین، خیلی هاشون حالشون بد هستش. باز هم ببین یه زمانی بود حالشون بهتر داشت میشد، دو مرتبه افتادن توی اون تای چاه، حالشون بد هستش، مسئله سختی اتفاق افتاده، یا خیانتی بهشون شده دوستان، یا اینکه به هر حال ترسهایی رو دارن و اینکه ببینین هر کاری که میکنن برمیگردن به اون کارت آلرژی. صبر میکنم ببینم چه خبر هستش، حالا عجله ای ندارم، حالا انشالله در تناسخهای دیگه، حالا این دفعه اگه نشد دفعات دیگه، حالا اگر شو خارجون و عمه جونم میتونن برای من تصمیم بگیرن و منو حل بدن. حالا ببینید پس دارم میبینم که برای اینکه بخواد قدمی برداره در جهت آیندهش، در جهت همونجور که دیدیم شروع احساسیش، فعلا که حالی نداره، جوانی نداره. خب و در ارتباط با شما هم به همین صورت هست دوستان، توجه کن یک سریاشون احساس میکنن که در ارتباط با شما راهی ندارن، حالا یا خودشون خیلی خرابکاری کردن و اینکه الان میدونن که خودشون تحت فشار دارن قرار میدن در ارتباط با شما، یا اینکه به طور کلی شرایط یک جوری هستش که بهشون چی هستش، بهشون یعنی قدرت عمل و آزادی عمل رو ندارن در ارتباط با شما. خب اوکی، ببینیم کارت های دیگه بدون چی میگن. مثل همیشه از کارت های نبینی استفاده میکنم. چشم شیطون کر گوش نه گوش شیطون چشم شیطون کرد گوش شیطون کرد چشم حسود کور. هفته دیگه دوستان یکی از بزرگای تاروت داره برام دستکار خودش رو، کارت های خودش رو میفرسته برای این فال. خب بریم ببینیم که خب فعلا چشش بسته روی روی مسائل فیزیکی جنسی چششو بسته. فعلا میگه نه، فعلا خودم رو حصر خانه می کنم، فعلا نه. خب و اینجا دارم میرم در همه چیز تأخیر داره، در مسائل فیزیکیش تأخیر داره، اینکه بخواد اقدامی برای زندگیش کنه، جلو بره، حرکتی کنه تأخیر داره. و برای که دارم میرم دور و برش ببین، خیلی یک درگیری داره، حالا با خودش هست، درون خودش هست که آشوب هستش و اینکه جنگ هستش، یا اینکه با دور و بریاش ممکن هست این مسئله داشته باشه، فعلا که تأخیر هستش. خب بریم ببینیم که پس بیابان برهوت از نظر جنسی هستش. خب بریم ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان سردرگمه. سردرگمه و باید یک راهی رو مشخص کنه. یه جی پی اس دنیوی رو، اصلا جهانی رو این شخص تحت تاثیر قرار داده. به خودش داره میگه که جهتی رو باید انتخاب کنم در مورد حالا مسائل احساسی، مسائل جنسی، هر چیزی که هستش، باید داره فکر میکنه، تصمیم میگیره، میخواد مطمئن بشه که در این مسئله هم شانس داره، هم خوشی داره، هم لذت داره و همین که موفقیت حالا دلبری هم میتونه بکنه. خب وان شات نیست. بریم ببینیم کارت بعدی رو. خب کارت بعدی دوستان دارم میبینم که اینجا انرژی سالس افتاده. ببینید دوستان انرژی سالس هر کسی میتونه باشه، میتونه شخص دیگه‌ای باشه، رقیب باشه، میتونه خانواده‌ای باشه، میتونه هر کسی این میون باشه. انرژی سالس من چه کار کرده؟ سیمپیچی های اینو که خودش مشکل داشت دچار اتصال کرده. اینجا توجه کنید دوستان در مورد مسائل احساسی مخصوصا، این همینجوری در لانه مور شبنمی طوفان است، در لانه قطب مذکر یک خورده دستکاری به احساساتش، یعنی واقعا مسئله هستش انتحاری. اینجا دارم میبینم که این شخص اومده انرژی سالس اومده اینو سردرگم کرده، واسه همین هستش که در گوشش چیزهایی رو خوندن، کارهایی رو کردن، حالا که این حتی چشپوشی میکنه از روی مسائل فیزیکی. انرژی سالس دمار از روزگارش در آورده، هر کی میخواد باشه، در مورد چی؟ در مورد مسائل احساسی. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه.
خب من این کارت رو میزنم سر جاش. بله فعلا که معنویتش گل کرده دوستان، شاخ داره از سرش در میاد، عادت نداره معنوی باشه. شک داره، میترسه، میترسه. ببین باز هم شک و تردیدش اون بالا. میخواد شفاف سازی کنه. خیلی سردرگم هستش. فصل بهارم هستش. از فشار از همه جانب، از نظر فکری، از نظر فیزیکی بهش اومده. دلم میخواد روم نمیشه، میترسم. و اینجا دارم میبینم که حرکتی میکنه، کاری داره انجام میده. یه شفاف سازی اول برای خودش نشون بده. میخواد حرکتی کنه، صحبتی کنه در راستای حداقل این رفاه فیزیکیش. خب ببینیم کارت بعدی رو. واو این دیگه خیلی پرید و تغییر اساسی در وجودش به وجود اومد. دو تا آرکان ماژور، دو تا تاروت کبیر اینجا افتادن دوستان براش. یک چیزی در زندگی این فرو ریخته دوستان. شما چه بخواین چه نخواین، اونایی که میتونین از این شخص مطلع باشین بدونین که این شخص واقعا دوستان یک تغییر بزرگی در زندگیش به وجود آورد اومده. مسائل سختی وجود داشتن توی زندگیش، این آخریا و تکان خوب زندگیش خورده، یعنی اصلا زلزله اومده توی زندگیش این اواخر و داره میاد. اگرم نیومده به این زودی داره میاد دوستان. اوکی و ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. و اینجا دارم میبینم که تغییری که شاید براش درد آور بوده دوستان، تغییری که به درد آور بوده، کاری که داره انجام میده در ذهن و روح این شخص، یک سری از این بخارایی که دور و برش هستن داره چیکار میکنه؟ بخارتر میکنه، میزنن بره کنار. این ابروهای جلو چشمش رو کنار میزنن و این که دارم میبینم برای چی؟ برای که روشن ببینه در مورد زندگیش. خب و اینجا دارم میبینم که به هر حال به حاجت رسیدن و دارم براش میبینم از این گم و گیجی ها داره در میاد، قشنگ نقطه سر خط و اینکه حرکت میکنه. برای که من فکر میکنم که به شما خیلی فکر میکنه این شخص، چون اینجا خاطرات عشق افتاده، این شخص به شما فکر میکنه و اینکه شما در واقع مثل یک قطب نما براش هستین. حالا یک سری ها هستن دوستان، توجه کنیم این فالا رو شما نگاه میکنه. یک سری ها عزیزان هستن که میگن که ما خیلی وقت از هم خبر نداریم، یا اینکه خیلی ها هستن که جواب منو میدن که این فالا اینجور بود، درست بود، اومد شد. اون یکی میگه که نه اصلا نیومد این شخص. ولی مطمئن باشی اون عزیزانی که دارن این فالا رو نگاه میکنین، بیشتر چیزهایی که دارم میگم در درون اون شخص هست. متاسفانه بین مغزش و روحش و اون عملش و زبانش یک جاده ابریشم هستش. این فالها فالهای کلی و عمومی هستند دوستان. خب 100% مال شما نیست، 1% مال شما هستش. اون درصدی که مال شما هستش شما حسش میکنید. خب پس اینجا هم به همین صورت هست دوستان. پس دارم میبینم که این حسش که نسبت به شما داره، وقتی که به شما فکر میکنه، ببینید احساس میکنم که انگیزه داره. پس بنابراین راه خودش رو قشنگتر و شفافتر میبینه. ببین باز هم دارم میبینم مسائل فیزیکی، پدرش در اومده اینجا. ببخشید این کلمه از دهن من پرید. برای که چی هستش؟ به خاطری که انرژی سالس بر سر راهش هستش. ولی به هر حال دارم میبینم خوشبختی، خوشحالی داره از این نظر داره به سمتش میاد، چون خودش هم زیرک هستش، آدم با اراده ای هستش، خواستن توانستن است. فعلا که خودشو کنار کشیده، فعلا خودشو کنار کشیده و این روزایی که داره میاد مسائل یه مقدار براش روشن‌تر و شفاف‌تر دارن میشن. خب یک اتفاقی داره میفته، امیدوارم که حالش خوب باشه هر جا که هست. برای اینکه ما هیچ کدوم از ما راضی به بدبختی کسی نیستیم دوستان، ولی اینکه بدترین شده، ولی امیدوار هستیم که درس بگیرن از کارهایی که کردن. هیچ وقت انرژی منفی کسی رو به سمت خودتون نکشین. انرژی بالاخره هر نفرینی، هر حرفی باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که انرژی منفی بیشتر به سمت شما بیاد. تنها آرزویی که من میتونم بگم شما میتونه بکنین این هستش که متوجه کارهاش بشه، حالا به هر صورتی که هستش، اون دیگه به شما ربطی نداره، متوجه کارهایی که کرده بشه. خب بریم ببینیم کارتای دیگه. البته یه سری ها اصلا که کار بدی هم نکردم، ولی شرایطشون اینجوری ازش که مجبوره به جدایی یا دور شدن شده.
خب فعلا ببینید بهتون گفتم فعلا در خانه خودش هست و در کاشانه خودش هست، در امروی خودش بسته و دارم میبینم که بله این اتفاقات سخت داره براش میفته دوستان. ولی من به بیش برای اکثر این افراد با دور و بریاشون هستن، توی خونه خودش هستش، یه اتفاق سختی داره براش میفته، مسئله خیلی منتظرش بوده، میخواست کاری رو انجام بده در زندگیش با برنامه ریزی با احتیاط، چون این همیشه تاتی تاتی باید را بره بنده خدا دیگه، کم کم جلبک مغزی داره میزنه از بس که داره فکر میکنه سلولای این زودی انشالله انیشتین میشه. توجه کنین اینجا دارم میبینم که تمام مسائل زندگیش به صورت با تأخیر دارن سراغش میان و این هستش که حالش رو بد میکنه و این هستش که شاید کارمایی هست که این شخص داره میده. ببین چرخ زندگیش در یک ایستی ایستاده. خب ببینیم کارت های دیگر رو. هدیه، حرف از هدیه داره میزنه. ببین به هر حال از این حالت ها داره در میاد، اتفاق سختی براش میفته، مسائل به سمت بهبودی دارن حرکت میکنن، مخصوصا در مورد مسائل احساسیش دوستان. اوکی و بریم ببینیم خیلی چیزها داره براش روشن میشه، اگرم بیاد با تاخیرم که بیاد داره میاد. خب ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان حرف از بله شرایطش، ببینین دوستان شرایطش بهتر داره میشه، ولی این رو بدونین که در کنار این شخص انرژی ثالثی هست که عرصه رو بهش تنگ کرده، پوستش رو کاه کرده. اوکی و خیلی هم ازش دور نیستش این انرژی ثالث. ببینیم کارتای دیگر رو با هم دیگه. از این کارت استفاده کردم، از این کارت های تاروت استفاده کنم ببینم تاروت بهتون چی میگه. بهتون گفتم دوست داشت که کسی بهش کادو بده، اینجا هم به همین صورت. فعلا که کادو ماده خبر نیست، ازش خبری نیستش براش، با اینکه دوست داره، ولی دارم باز هم این خط رو دارم میبینم. بهتون گفتم که مسائل بهتر میشن، ولی انرژی ثالثی هست در کنارش که عرصه رو واقعا بهش تنگ کرده. اینجا باز هم ببینین کارت داره تکرار میشه. من فکر میکنم مسائل واقعا بعد از گذشت یک سری اتفاقات سخت توی زندگیش مسائل دارن بهتر میشن، سعی میکنه به خودش برسه، به زندگیش برسه، سر و سامانی بهش بده و دارم میبینم که برای یک سریاشون دوستان ممکن هست دوره نقاهتی رو پشت سر دارن میگذارن، تلاش میکنن. یک سری ها بر اثر اتفاقات سخت و یکی توی زندگیشون افتاده سعی میکنن روی خودشون کار کنن و خوشحال و شاد باشن. خب دارم میبینم که یه سری ببینید ممکن هست از نظر مادی هم این شخص مشکل داشته باشه فعلا و اینجا دارم میبینم که ببینیم باز هم این کارت بالا داره تکرار میشه و دارم میبینم که خیلی یواش آهسته و به هر حال محتاطانه دارن عمل میکنن. ببینیم کارت بعدی. ببینیم دوستان مسائل ساده باشه، شفاف باشه، روشن باشه و به این سمت و سو حرکت کنم و براش دارم میبینم که تا دارن تلاش خودشون میکنن، تلاش میکنن که زندگیشون به یک آرامش برسه. دوستان باز هم تکرار مکررات میکنم، به من نگی نه یه بار گفتی که این حالش بد، اتفاقات بد میفته، بعد گفتی حالش خوب داره میشه. ببینید توجه کنید، من کلیدها رو به شما دارم میدم دوستان. اتفاقاتی تو زندگیش یا به این جدیدن افتاده یا این اواخر افتاده یا داره میفته، ولی بعد از این اتفاقات شرطش به بهبودی داره میره. اوکی و دارم میرم تلاش هم میکنه. فعلا شما در پال این شخص من نمیبینم اتون، بیشتر ببینیم مسائل فیزیکی اینجا افتاده، ولی مسائل فیزیکی که فعلا در یک استانبای هستش و یک انرژی ثالث خیلی قوی در کنارش هستش که عرصه رو بهش تنگ کرده. خب ببینیم میخواد شرطش ساده باشه، دلش میخواد از این حالتی که یک نقطه حرکت ایستادم و زندگیم حرکت نمیکنه میخواد در بیاد. خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیم. شاید در قسمت های دیگه فال شما بیفتیم، فعلا که نیفته. از صفر داره شروع میکنه دوستان، از یک جایی داره زندگیش
رو شروع میکنه که احساس میکنم واقعا این شخص به خاک سیاه نشسته بوده و اینکه به خاطر گذشتش، از یک گذشته دوستان خیلی بهش چسبیده، خیلی وابسته هستش. خب برای سری ها ممکنه که ازدواج در گذشته داشتن، یک مسئله هست در گذشته و دارم میگم این گذشته رو نمیخواد ول کنه، یک چسبیده بهش و اینکه نمیخواد رهاش کنه. این شخص دوستان توجه کن که فرزند داره، در ارتباط با فرزندانش هم خیلی محتاطانه عمل میکنه. خب اینجا دارم میبینم که برحال هدایت شده هستش، نگران این نباشین، برحال فرشتگان مقرب هستن که پس کلش بزنن، بالاخره یه جورایی حرکت خواهد کرد. خب حلش بدن، هر کاری که بکنن بالاخره بکشنش. اینجا هستن که کمک کسانی هستن، موجودات نورانی هستن که کمکش میکنن و ما هم دعا میکنیم که براش که حرکت کنه. خب ببینیم که چه خبر است در کارت های دیگه دوستان. خب حرف از خوشحالی میزنه اینجا، گموگی چیش میزنه، من کارت ها رو میریزم آب 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 و بعد یک یک برک میخونم. خب توجه کنه عزیزان دل، این شخص بعد از گذشت دوره‌ای دارم میبینم که بیشتر سعی میکنه که در مسائل ساده و جشن باشه و خوش بگذرونه و از این ناراحتی هایی که داره در میاد با دوستاش باشه و شادم از نظر، حالا همینجور که گیدیم از نظر فیزیکی هم چشمشو بسته بودی برده چشمشو باز کنه و داشت بخواد با افرادی باشه. ولی دارم میبینم که اینجا حالا و اینکه از جانبی این هستش میتونم بهتون بگم، از جانب دیگه دارم میبینم که یه مقدار در مورد دوروبری هاش هم نمیدونه چه فکر کنه، چه کار کنم، کی هستن. دوتا کارت این حرف رو میزنن، هم میل به رفتن به سمت روابط ساده، روابط که تعهدی پشتش نیست، و هم میل به این که دوستان دارم میبینم که برحال این که بیشتر فکر کنه در ارتباط با اطرافیانش. اینجا دارم میبینم در ارتباط با مسائل مالی داره قدرت میگیره، در ارتباط با مسائل کاری داره قدرت میگیره و با قدرت کاری را انجام میده و دارم میبینم میخواد تسلط پیدا کنه بر آن چه که برش سخت بوده و بر اون گذشته. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه دوستان و من مسئولیت پذیریش دارم میبینم. برای یه سری ها ممکنه وسوسه بشن ولی دست به عمل نزنن. خب. باز هم انرژی سالس افتاد که یعنی دمار از روزگارش در آورده، توهیش کرده، خالیش کرده و اینجا هم دارم میبینم باز. بعد ببین دوستان دارم میبینم که مسئولیت های بسیار سنگینی داره. این شخص داره کارمایی رو تمیز میکنه دوستان. خب این شخص داره کارمایی رو تمیز میکنه و مسئول این کارماش انرژی سالسی هستش که من نمیدونم کی هستش. و اینجا دارم میبینم که این شخص دوستان به هر حال انرژی نداره، احساس خوبی نمیکنه و اینکه شرایط زندگیش واقعا شرایط سختی هستن، شرط پیچیده‌ای هستن. ببین دوستان شرط پیچیده داره تکرار میشه، همجور که من گفتم. خب کارتا به ترتیب نمیان که به من بگن این فلان روز اینجور میشه، بهمان روز اونجور میشه. به طور کلی دارن میگن شرایطش بسیار پیچیده هستش، مشکلات مادی ممکن هست داشته باشه ولی دیدیم این بالا که مشکلات مادیش داره حل میشه و اینکه ممکنه کسانی هم باشن که دور برش کمک کنش کنن و دارم میبینم که خیلی هم داره تلاش میکنه. ولی انرژی سالسی دور برای این شخص هست دوستان که توجه کنین که واقعا عرصه رو بهش تنگ کرده یا اتفاقاتی که در گذشته افتاده عرصه رو بهش تنگ کرده، مسئولیت هایی که برشانه داره واقعا براش سنگین هستن. خب
عزیزان، من خلاصه از کارتا رو به اندازه کافی بهتون گفتم، ولی یه خلاصه کوچیکی اگر بخوام بهتون بگم این هستش که این شخص، ببینید دوستان، فعلا از چشم پوشی میکنه، از روی در حال حاضر، همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، به مسائل جنسی خیلی فکر میکنه، ولی چشم پوشی داره میکنه، شکش زیاد هستش روی مسئله، زندگیش در یک تأخیری هست، تغییرات سختی داره برش به وجود میاد توی این گیروویر، و یک انرژی سالس بسیار قوی در کنارش هستش که عرصه رو به این شخص تنگ کرده. این شخص ببینید بعد از گذشت مدتی که در روی خودش میبنده و این خرابیایی که تو زندگیش دارن به وجود میان، یا این اواخر به وجود اومده داره درست میکنه، بعد مسائل براش بهتر میشه، بعد زندگیش رو یک سراشیبی میفته، ولی به یک گذشته خیلی چیز هستش، خیلی وابسته هستش، یک گذشته که در اون به خاک سیاه نشسته بوده، نمیدونم چه اتفاقی توی زندگی این شخص افتاده بوده، نمیخواد ولش کنه، نمیخواد ولی باید از صفر شروع کنه، ولی دارم میبینم هدایت شده هستش، همونجور که گفتم بهتون موجودات نورانی دارن هولش میدن، خب و خودش هم از نظر معنوی دارم میبینم یه چیز تغییراتی داره به وجود میاد، یک تغییر اساسی همونجور که دیدم بهتون داره به وجود میاد دیگه. بالاخره وقتی که به شما فکر میکنین دوستان، بهتون گفتم شما مثل یک راهنما هستین، یک قطب‌نما هستین در زندگیش. بعد از گذشت مدتی دارم میبینم که فکر میکنه به مسائل، حالا فیزیکی ممکن هست باشه، روابط ساده ممکن هست باشه، ولی در کنار این مسائل مادی هم افتاده. حالا ترازو در کدوم طرف براش سنگین‌تر هستش، شما بهتر میشناسینش، و اینجا دارم میبینم که دوستان توجه کنین که اون شخص، این شخص باز هم تو کارت‌ها تکرار مکررات میکنن و واقعا شرط سخت زندگی این شخصی که براش داره به وجود میاد یا این اواخر به وجود اومده را به نمایش میزنن. خب بریم ببینیم کارت‌های دیگه بهتون چی میگم در ارتباط با این شخص. خب یه کارت افتاد، میگه که باز هم حتی از مسائل فیزیکی انگیزه میزنه. یک کارت دیگه، اینجا حرف از این هستش که گوش دادن. حالا من این کارت رو میریزم و بعدون توضیح میدم و بعد خلاصم. در ارتباط با شما دوستان، این شخص تقاضای بخشش داره. خب هم به شما دوستان دارم ببینم که گرایش داره، همین که دوست داره به حرف این گرایشی که توی فیزیکی که نسبت به شما داره گوش بده، و هم این که دارم میبینم که برای یک سریاشون خطاهایی رو انجام دادن و از درون خودشون تقاضای بخشش از شما دارن. این از این خط اول. برای سریاشون الان دیگه به خودشون اجازه این که بخوان یک روابطی که داشته باشن فقط بر اساس مسائل فیزیکی جنسی باشه نمیدن. خب ببینیم کارت دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص دوستان. بله الان که فعلا حرف از نفرت میزن، نفرت از چی؟ روابط جنسی من فکر نمی کنم، صبر میکنه و اینجا دارم میبینم که خوشبین هست اوکی، و اینکه ناامید هست، هم خوشبینی افتاده، هم ناامیدی افتاده، هم صبری افتاده، هم خشم، هم نفرت افتاده. خب من فکر میکنم اصلا به طور کلی عزیزان در این شخص خیلی آدمی هستش که صبور هستش، به هر حال بهتون گفتم رفیق حضرت ایوب هستش دیگه، یوسف گمگشتم و پسر ایوبه، و این که دارم میبینم که و همین که آدم صبوری هست و همین که واقعا از این مسئله صبوری هم بدش میاد، هم صبور هست هم راه دیگه ای ندارم، همین که بدم میاد صبور باشم، و جانب کی از صبوری خوشش میاد،
خداییش بشینیم یه مقدار صادق باشیم با خودمون، کی از صبوری خوشش میاد. و اینکه دارم میبینم که امیدوارم هستش دوستان، امیدوارم هستش، امیدایی که ناامید شدم از اینکه شما رو ناامید کرده دوستان تقاضای بخشش میکنه. من کارتا اگر زیر هم دیگه بخوام بخونم براتون، از اینکه شما رو ناامید کرده تقاضای بخشش میکنه از درون خودشون، ولی اینکه به زبون نیاره این شخص. خب اوکی، فعلا که در مورد مسائل احساسی، مسائل فیزیکی و جنسیش داره خیلی صبوری میکنه و خودش هم از این مسئله آنچنان راضی نیستش. ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه از لاین آف لاو استفاده میکنم. ببینیم لاین آف لاو بهتون چی میگه. اوکی، ببین دوستان، و این شخص الان در حال حاضر ببین حرف از شانس میزنه، دارم میرم خیلی از مسائل داره بررسی میکنه، خیلی واسه همین صبورم، صبورم مای صبورم. و اینکه دارم میبینم که سعی میکنه که یک دل و یک جون بشه در مورد یک مسئله، در مورد حس و احساسش. خب در مورد شک و تردیداش، همونجور که بهتون گفتم این ابرا دارن از جلو چشمش میرن بیرون، الان دارم میدم که داره واقعا روی یک سری از مسائل داره تحقیق میکنه و نگاه میکنه. خب و یه نظم و ترتیب توی فکر آشفتش داره به وجود میاره. یه سری شما هست که حالا هستین دوستان، حالتون بد هستش فقط به خاطر اینکه با این شخص شما یک رابطه روحی قوی دارین و تمام انرژی هاش به سمت شما میفرسته، مخصوصا زمانی که شما دارین روی خودتون کار میکنین، چرا که انرژیاتون رو سعی میکنین ازش کمتر کنین و این کمبود انرژی رو حس میکنه و هی به شما میچسبه. خب بعد واسه همین هستش وقت معمولا مسائل زمانی اتفاق میفته تو زندگیتون که انرژی خودتون رو از این شخص ببرین، به این نتیجه میرسین که میبرین. خب در ارتباط با یک تعهد داره حرف فکر میکنه، تعهد در گذشته و نسبت به شما دوستان. خب بریم ببینیم کارت دیگه. دل شکستش، ببین داره در مورد شما و دل شکستش هم فکر میکنه. خب و اینکه دارم میبینم این شخص شخصی هستش که همونجور که دیدم به گذشته خیلی وابسته هستش، دلش رو شکونده گذشته و اینکه احساس کرده عدم امنیت احساسی داره در توی زندگیش. من بچه‌مون ببین کارت بعدی رو با هم دیگه دوستان از بلون استفاده میکنم. بله چقدر قشنگ کارتا با من حرف میزنن دوستان، توجه کنین. دارم میبینم که احساس میکنه کاملا این شخص دیگه حس خودش هستش، نه که حس شما باشه، که دیگه اون جایگاهی رو که باید نداره، چیز هستش که اون جایگاهی رو که باید دیگه نداره، فکر میکنه از جایگاه خودش افتاده و الان متوجه شده که خیلی خودش رو جدی گرفته بوده. خب و من فکر احساس میکنم یک سری از شما چهره واقعیش رو بهش نشون دادین و مثل یک مرشدی که دست شاگردش رو میگیره، این شخص باعث شدین که چیکار کنه، روش کنه، بزرگ بشه و اینجا اوج بگیره و نگاه کنه احساس نسبت به شما داره، نسبت به شما بی احساس نیستش بسن. خب ولی یه حس خیلی زیبا و پاکی هستش، حس مادرانه، پدرانه، چه میدونم، اینقدر که یه سریاد میرین این طرف رو غرق در عشق میکنین که دیگه کم کم بهتون میگه خواهر، احساس خواهر برادری میکنم با تو. برحال دارم میبینم که احساس اینجا وجود داره، اوج گرفتن این شخص دارم میبینم دوستان، دارم میبینم خودش هم متوجه این هستش که شما ازش دارین دور میشین. خب بریم ببینیم کارتای قطب مذکر بهتون چی میگن. توجه کنین دوستان، این کارت ها کارت هایی هستن که حالت های مختلف رو میگن، نباید هر حالت و همون حالت رو نگاه کنین. اگر اینجوری من فقط یک کارت براتون میکشم همون رو بگی آره این حالت این شخص هست، من وقتی که کارت های متعدد میریزم و میخونم پیام ها رو، من همونجوری که اصلا براتون میخونم و بعد براتون ترجمهش میکنم، یعنی تفسیرشون میکنم همه با هم دیگه چه چیزی دارن میگن. خب ببینید
میگه که من وقتی که به تو فکر میکنم و مینویسم نمیدونم خوشحال هستم و تو نمیدونم به من این انگیزه رو میدی و این حالتی. میگه که من هدایت شده هستم توسط خدا و به خودم ایمان دارم. کارتای دیگه میگه که دلم میخواد برات حرف بزنم نمیتونم و نمیتونم، پس ترجیح میدم هیچ چیزی نگم. کارت بعدی میگه که تو مغزتو رو به کار میبرم که خودم درم و در واقع از رفتار خودم خجالت میکشم. کارت بعدی میگه که من فکر میکنم که این مسئله هرگز انجام نمیشه و من دیگه ایمانی ندارم. خب من خیلی روی خودم کار کردم و یک انسان با درایتی شدم. خدا زنش بشنوه. میگه که من نمیدونم کی هستم و اینکه نمیدونم چرا، ولی از تو فرار میکنم. خب اینم ما هم نمیدونیم تو کی هستی. خب میگه که من میخوام برات نام بنویسم و خیلی دوست دارم باهات حرف بزنم. ببین دوستان توجه کنه، اگه کارت به کارت شما بخواییم بخونین، من دارم به شما میگم شما این رو نگاه کنید، تناقض هست. ولی اولا رنگ کارت ها رو نگاه میکنیم. در این 8 تا کارتی که من ریختم، 4 تاشون منفی هستش و 4 تاشون مثبت هستن. خب 4 تای منفی که هستن دوستان توجه کنین چی میشه. میگه 50-50 هست نسبت به شما. یه دلم میگه برم، یه دلم میگه نرم، یه دلم میگه با حرف بزنم، یه دلم میگه نه خیلی کارای بی خود انجام دادی پس فعلا ول کن. اوکی الان دارم میبینم کارت اولی که افتاد به شما فکر میکنه. پس اینو من نگاه میکنم. به شما خیلی فکر میکنه این شخص دوستان. خب به شما خیلی فکر میکنه، ولی از جانب دیگه دارم میبینم که مشکلاتی ممکن از جاهای دیگه داشته باشه. خود این شخص ممکن از کارهای بیخودی انجام داده باشه یا حتی از دست شما ناراحت باشه که این مسائل باعث شده که این حرفو به خودش بزنه که تو به من، بهتون گفتم شما قطب نمای درونیش هستین، تو به من حس حالو میدی، ولی من نمیدونم آیا بعدها من با تو آینده خواهم داشت یا نه. ولی دارم میرم از جانب دیگه روی خودش داره کار میکنه. بهتون گفتم چند وقتی ازش این شخص داره معنوی میشه. خب دارم میبینم که این شخص ببینین با شما حرف نمیزنه با اینکه دلش میخواد، چون نمیتونه یک سری از مسائل رو بیان کنه یا شما رو قانع کنه روی یک مسئله و یا اینکه حتی تقاضای بخشش کنه به خاطر کارهاش. خب چون یک سریاشون به خاطر اینکه شرط خودشون خیلی مثبت باشه کارهایی رو انجام دادن که نباید و الان خجالت میکشن از کارهاشون و نمیتونن بیان کنن، قدرت بیانش رو ندارن. اینجا که زیپ در دهنش دادن، من همیشه بهتون میگم یه قفل ما میزنیم محکم سر دهنش. خب در مورد کارهایی که کردم که خودم از یه جوری سر تا شیر مالوندم نمیخوام حرف بزنم، در واقع این هستش. خب پس بنابراین فاصله میگیرم. ولی کارت آخر میگه که بالاخره من با تو حرف میزنم. خب برای که خیلی دوست دارم با همه کارت های 50% مثبت میرسیم به این کارت که میگه من با تو حرف میزنم، حتی اگر به صورت مستقیم با تو حرف نزنم، من با تو یک رابطه روحی عمیق دارم. خب یه چیزایی درک میکنم، یه چیزایی حس میکنم حتی بدون مکالمه. اینجا خب بریم دوستان ببینیم یک ذره از این مسئله دیگه. خیلی میخواد حرف بزنه، از نه به این شوری شور، نه به این بینمکی دیگه، نه به این که زیپ زده در دهنش، نه اینکه میخواد حرف بزنه. ببینیم چه پیام برای شما داره. میگه حسودان میخوان بین من و تو رو خراب کنن و اینکه میگه که به ندای قلبت گوش بده. قلب تو جواب همه چیز سوالها رو میفهمه. دوستان عزیزان این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.